أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدمت خواهران و برادران عزیز عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال مسئلت می دارم آنچه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بشه، و انشاءالله این گفتنها و شنیدنها و این جلسات از پرثوابترین و بهترین عبادات ما محسوب بشه. من قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، چون موضوع بحث ما تربیت در نهج البلاغه هست، قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم یک حدیث نورانی از پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تقدیم خواهران و برادران عزیز میکنم که قدر این گونه جلسات رو بیشتر بدونیم. این حدیث رو مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المریدشون، که بهترین کتابی است که در زمینه تعلیم و تربیت تدوین شده، این کتاب به فارسی ترجمه شده تحت عنوان آداب تعلیم و تربیت در اسلام، ولی خب اون کتاب، خود کتاب شهید ثانی چیز دیگری است. این حدیث رو مرحوم شهید در اون کتاب نقل کرده، علمای اهل سنت هم تو منابع دست اولشون فراون نقل کردن که پیامبر فرمود ما من متعلم یختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنه. پیغمبر فرمود هیچ فراگیرنده‌ای، هیچ متعلمی نیست که برای فراگرفتن علم و معرفت به کلاس درس و محضر عالمی رفت آمد میکنه مگر اینکه به ازای هر قدمی که برمی‌داره، چه رفتن چه برگشتن، خداوند ثواب یک سال عبادت در نامه عملش می‌نویسه که شبها تا صبح، البته این تو این روایت نداره، در روایت دیگه داره، شبها تا صبح به نماز ایستاده باشه و روزها روزه باشه. یعنی فرض کنید کسی خونش تا این جلسه 500 قدم راه باشه، هر بار که تو این جلسات شرکت میکنه، خداوند ثواب 1000 سال عبادتی که شب و روز عبادت کرده در نامه عملش مینویسه. بعد پیامبر ادامه دادن، فرمودن و بنا الله له بكل قدم مدینه فی الجنه، خداوند به ازای هر قدمی که برمیدار این متعلم در بهشت یک شهر براش بنا میکنه. و یستغفر له حیتان الماء و طیور الهوا، ماهیان دریا و پرندگان آسمان برای او استغفار میکنن. حدیث ادامه داره. بنابراین قدر این جلسات رو بدونید. در ماه مبارک رمضان میخوایم عبادت کنیم، چه کار کنیم؟ کدوم عبادت ثوابش بیشتره؟ در شبهای قدر هم اینجوریست، در سایر شبها هم اینجوریست. فرا گرفتن علم و معرفت لحظه ایش به اندازه صدها سال عبادت، قدمی که انسان برای این راه برداره به اندازه یک سال عبادت به فرموده پیامبر ارزش داره. این نکته اول، چه اولا قربتن الالله تو این کلاس ها بیاییم، برای خدا بنده بگم، شما هم برای خدا شرکت کنید و بشنوید که ثوابی بالاتر از این متصور نیست. حالا الان چون موضوع بحث ما این نیست، من دیگه همینجا این تذکر و خاتمش میدم، وگرنه احادیث و آیات در این زمینه انقدر زیاده که خودش جلسات مستقلی رو میطلبد. این نکته اول. نکته دوم این که
دوستان برادران و خواهران عزیز توجه داشته باشن، جلسه ما کلاسه، سخنرانی نیست، منبر نیست. بنابراین هر جا ابهام وجود داره، هر جا اشکال وجود داره، هر جا سوال وجود داره بپرسید که مطلب کاملا روشن بشه و عبور کنیم. جلسه سخنرانی نیست، تازه سخنرانی هم انسان میتونه سوال بکنه. جلسه کلاس درسه. میخوایم که زوایایی از مطالب رو که میشه گفت اصلا کسی وارد نشده یا انقدر کم وارد شدن که کل عدم هست، میخوایم باز کنیم. طبعا نیاز به بحث و مدارسه و مباحثه داره. تذکر بعد این که موضوع تربیت از وسیع ترین مباحث علوم انسانی و از دقیق ترین و ظریف ترین مباحث علوم انسانی و از کاربردی ترین مباحث علوم انسانی است، چون شب و روز انسان باهاش سر و کار داره، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، همه. اصلا فلسفه آفرینش همینه. اگه از بنده بپرسید که خداوند، از بنده نه، از قرآن بپرسیم خداوند زمین و آسمان برای چی خلق شد، این آفرینش برای چیست؟ قرآن فرماید برای انسان، و خلقنا لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و سخرنا لکم ما فی البر و البحر و جعلنا لکم ما فی السماء و الارض. از این آیات تو قرآن هست. آسمان و زمین و ابر و باد و ماه و خورشید و فرک، اینا برای انسان هست. اگه بپرسید انسان برای چی؟ انسان چرا خدا خلق کرده؟ قرآن میگه برای اینکه انسان تربیت بشه و بشه خلیفه خدا، یعنی اساره آفرینش، هدف خلقت، فلسفه آفرینش میشه تربیت. اگر چنین شد دیگه بحثی از این ضروری تر، فوری تر، فوتی تر و واجب تر شما در مباحث علوم انسانی پیدا نخواهید کرد. چنان که اگر از بنده بپرسید قرآن چه کتابی است؟ آیا قرآن کتاب عقاید و کلامه؟ عرض میکنم هرچند قرآن به عقاید زیاد پرداخته، یک سوم قرآن توحیده، یعنی یک سوم مباحث قرآن، ثلث قرآن درباره مباحث توحیدی است، یک ششمش، بیش از یک ششمش، بیش از 1100 آیه از آیات قرآن درباره معاده، مستقیما بعض معاد مطرح کرده، همین حجم به نبوت پرداخته. اما آیا میشه گفت قرآن کتاب عقایده، قرآن کتاب کلامه؟ پاسخش اینه که خیر، قرآن کتاب کلام نیست، نه متد کلام رو داره، نه به شکل سایر کتابهای کلامی مثلا شروع کرده اصل شناخت و جهانبینی و ایدئولوژی و نمیدونم توحید و نبوت، نه اینجوری نیست، قرآن کتاب کلام نیست. حجم قابل توجهی از قرآن به مباحث اخلاقی پرداخته. اما میشه گفت قرآن کتاب علم اخلاق؟ پاسخش اینه که خیر، علم اخلاق برای خودش تعریفی داره، موضوعی داره، متدی داره، قرآن نیست. ولو بحث اخلاقی تو قرآن زیاده. میشه گفت قرآن کتاب فقه؟ پاسخ اینه که خیر، ولو گفتم بیش از 500 آیه در قرآن راجع به فقه و احکامه، حالا اون چی که مشهوره و گرنه ما معتقدیم بیشتر، 500 آیه گفته شده که در قرآن به احکام پرداخته شده. اما نمیشه گفت قرآن کتاب فقه، جواهر الکلام کتاب فقه، شرایع الاسلام کتاب فقه، قربت الوسطی کتاب، ولی قرآن کتاب فقه نیست. میشه گفت کتاب تاریخ؟ نه، هرچند تو قرآن تاریخ زیاد اومده، فلسفه تاریخ اومده، علم تاریخ اومده، فرازهای مهمی از تاریخ تو قرآن اومده، اما قرآن کتاب تاریخ نیست. پس چی میشه گفت؟ قرآن ما چجوری معرفی کنیم که صحیح باشه؟ پاسخش اینه که قرآن کتاب تربیت، این درست. این همین رو درباره نهج البلاغه میشه گفت. اگه از ما بخوان که شما نهج البلاغه رو معرفی کنید، نهج البلاغه هدف قائیش چیه؟ میخواد چی به ما بگه؟ میخواد چه کار کنه؟ امیرالمومنین علیه السلام خطبه ها رو برای چی میخون؟ نامه ها رو برای چی نوشته؟ اون کلمات قصار رو برای چی میفرمود؟ اون چه که میشه به طور قاطع گفت، میشه گفت برایند همه ی حرف هاست اینه که نهج البلاغه که اخو القرآن هست، برادر قرآن هست، کتاب تربیت.
دریایی از مباحث تربیتی تو نهج البلاغه موج میزنه. بنابراین اومدن در خدمت نهج البلاغه و فهمیدن مباحث تربیتی در نهج البلاغه کار بسیار مهمی است و سوگمندانه خدمتون عرض میکنم که در این زمینه کار هم یا نشده یا خیلی کم شده. بله ما داریم کتاب‌های پایان نامه هایی، گاهی بنده هم استاد راهنمای بعضی از این پایان نامه ها بودم که نوشته شده، مثلا تربیت در نهج البلاغه. ولی اگه از بنده بپرسید این پایان نامه، مثلا که حالا پایان نامه ارشد یا دکتری بوده، چه مقدار تربیت در نهج البلاغه منعکس کرده، عرض بکنم 1 در 1000، 1/1000 رو تونسته منعکس بکنه، 999,000 رو هنوز باقی مونده. یا بعضی کتاب هایی که گاهی ادعا کردم مثلا تربیت در نهج البلاغه، امکانش هم نیست، با 1 جلد 2 جلد 10 جلد کتاب نمیشه. من این درس زمانی در مقطع کارشناسی ارشد تدریس کردم تحت عنوان تربیت در نهج البلاغه، رشته و گرایششون هم تعلیم و تربیت اسلامی بود، یعنی کارشناسان ارشدی که گرایششون تعلیم و تربیت اسلامی بود، موضوع بحث ما تربیت در نهج البلاغه بود. من هم عنایت داشتم که هرچی بیشتر حجم بیشتری از نهج البلاغه رو تو اون کلاس ها مطرح بکنیم. اون که یادم میاد خطبه اول رو اجمالا بررسی کردیم، خطبه دوم رو هم یا با اواخرش رسیدیم یا نرسیدیم، به خطبه سوم قطعا نرسیدیم. تازه 100% تلگرافی. خب یه دریای عظیمی است که باید حتما از این دریا بهره برد. ما نباید برای مباحث تربیتیمون بریم سراغ منابع غربی، اون آبهای آلوده‌ای که اونها آبهایی که از کانالهای فمینیسم و اومانیسم و نمیدونم ده ها اسم دیگه گذشته آلوده شده، واقعا آلوده شده، اونها رو ما بگیریم برای آبشخور فرزندان و خودمون. باید بیایم خدمت نهج البلاغه و قرآن و این مهمترین بحث رو اینجا ازش بهره بگیریم. کاری که نشده، خیلی کم شده، اگه خداوند کمک کنه ما بنا داریم، حرم اومده و به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها یه فرصتی رو ایجاد کرده. امسال هم بنده قم هستم و خوشبختانه فرصت خوبی دارم، برخلاف سایر سالها که انبوهی از کارا میریخت رو سرم و فرصت حرف زدنم نداشتم. امسال به حمدالله این فرصت برای بنده فراهم شده، حرم هم این فرصت رو فراهم کرده. ما هم بنا داریم انشاءالله گامهایی در این راه برداشته بشه و فرازهایی از مباحث تربیتی نهج البلاغه رو در این جلسات عرض کنیم انشاءالله. مطلب دیگری که عرض میکنم اینه که برای اینکه ما بتونیم در خدمت نهج البلاغه باشیم و از اون زلال نهج البلاغه بهره ببریم، 2 تا پیش‌شرط رو باید داشته باشیم. اگر نداشته باشیم باید تو این جلسات مطرح بشه، یعنی بنده باید بگم. 1 پیش‌شرط اینه که ما با مفاهیم تربیتی آشنا باشیم. تعریف تربیت چیه؟ حقیقت تربیت چیه؟ اهداف تربیت چیه؟ مبانی تربیت کدومه؟ اصول تربیت کدوماست؟ روش‌های تربیت چند تاست و چجوری است؟ موانع تربیت، مربی کیه، متربی کیه، عوامل مؤثر در تربیت، آفات و آسیب‌های تربیت، اینها مباحثی است که باید آشنا باشیم. وقتی میگیم مثلا مبانی تربیت، باید بفهمیم مبانی تربیت یعنی چیه. وقتی میگیم خدمت نهج البلاغه، بتونیم با اون مفهومی که از نهج از تربیت داریم فوراً بفهمیم این فرمایش حضرت یکی از مبانی تربیتی است، این فرمایش حضرت بیانگر یکی از روش‌های تربیت. اینا رو باید قبلا با این مفاهیم آشنا باشیم تا بیایم خدمت نهج البلاغه بتونیم ما اصول تربیت رو از منظر امیرالمومنین استخراج بکنیم و استنباط بکنیم. چنان که باید با خود نهج البلاغه هم آشنا باشیم، با حال و هوای نهج البلاغه آشنا باشیم. بسیاری از فرمایشات حضرت اگه انسان دقت نکنه، وارد اون زمان نشه، وارد اون فرهنگ نشه، از منظر اون فرهنگ نگاه نکنه، گمراه کننده. از بنده شاید شما شنیده باشید تو رسانه ها، تو رادیو تلویزیون، مخصوصا خانم ها زیاد سوال میکنن چرا امیرالمومنین
خانم ها رو مذمت کرده. این برای اینکه نهج البلاغه رو خوب نگاه نمی‌کنن، نمی‌فهمن حضرت چی می‌خواسته بگه، شأن نزولش مراعات نمی‌کنن، حضرت ضرب المثل گفته، ضرب المثل رو مراعات نمی‌کنن، خیال می‌کنن که حضرت اومده مثلا گفته زنا چنین چنانن. خب حضرت زهرا هم که زن بود. خود امیرالمومنین می‌فرماید که پیغمبر به من فرمود با دخترم زهرا مشورت کن و هر چی گفت عمل کن، چون مخاطب او جبرئیله. خب کسی که با همسر خودش مشورت میکنه و به مشورتش عمل میکنه با این استدلال که آنچه حضرت زهرا میگه بهش وحی میشه، بهش الهام میشه، تحدیث حضرت زهرا محدثه هست. به هر حال نفهمیدن فرمایش حضرت، دقت نکردن اینکه این جمله کجا صادر شده، در چه جریانی بوده، چه حوادثی قبل از این جمله رخ داده بود، عایشه چه کار کرده بود، جنگ جمل چی بود، این فرمایش رو حضرت برای کیا فرمود، نگاه نکردن به این مسائل باعث میشه که خیلی ها از نهج البلاغه برداشت هایی بکنن که صحیح نیست. ما باید از این آفات در امان باشیم، باید با حقیقت نهج البلاغه آشنا بشیم، با حال هوای، چون یک عالم ویژه است نهج البلاغه، برای خودش عالمی داره. این هم یک مطلب که این دوتا پیش شرط رو ما داریم، یک آشنا بودن با مفاهیم و مباحث تربیتی که این کار ما انشاءالله خواهیم کرد، و دو ورود در نهج البلاغه، آشنایی با نهج البلاغه، که اینم بحث بسیار زیبایی است. نهج البلاغه میدونید که بیشترین شعرها و کتابها در زمینه نهج البلاغه در طول تاریخ نوشته شده بعد از قرآن. چقدر شهر نوشته شده باشه، اهل سنت چقدر نوشته باشن، غیر مسلمون ها چقدر نوشته باشن، چقدر مستدرک برای نهج البلاغه نوشته شده، عرض کنم مصادر و اسناد نهج البلاغه و مواردی از این قبیل که خیلی زیاده. خب آشنایی با نهج البلاغه هم خودش یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه باشه. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که ما برای مباحثمون ناچاریم گزینش بکنیم. یعنی من نمیتونم از اول نهج البلاغه، از اول خطبه اول شروع کنم. ناچارم اون مباحثی که به نظر خودم بیشتر مباحث تربیتی رو پررنگ‌تر مطرح کرده از اونجا شروع بکنم. جهتش اینه که نگرانم که اگه بخوام از اول شروع بکنم به جایی نرسیم. ولو ده ها جلسه هم خدا توفیق بده ادامه بدیم، باز هم به این که بتونیم اون مباحث برجسته تر تربیتی رو از نهج البلاغه استخراج بکنیم ممکنه نرسیم بهش. اینی که من به ترتیب اهمیت و در واقع گزینش میکنم مباحث تربیتی رو از نهج البلاغه، از جاهای شروع میکنم که به نظر خودم بیشتر به مباحث تربیتی پرداخته شده و بیشتر ظاهرش درباره مباحث تربیتی است. این هم یک تذکر درباره در مقدمه بحثمون که حالا بخواییم بحث رو شروع بکنیم. بسیار خوب، بحث رو من از نامه 31 نهج البلاغه که نامه ایست از امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی، وقتی که حضرت از سفین برمیگشت در محلی به نام حاضرین یا حاضرین که یک مکانی است نزدیک صفین، اونجا نامه مفصلی رو نوشت خطاب به امام مجتبی که نامه 31 نهج البلاغه توی نهج البلاغه های صبحی صالح ثبت شده. ظاهر نامه اینه که مخاطب امام مجتبی است، اما وقتی انسان نامه رو میخونه میبینه خیلی از جاهاش مخاطب همه انسان ها بودن، چون خیلی از مواردش درباره امام مجتبی اصلا مورد نداره. حرفای گفته شده که با اسمت امام مجتبی، با اون جایگاه امام مجتبی که خود حضرت امام مجتبی رو میشناخت تناسب نداره. فراموش نکنید که این نامه اواخر عمر امام نوشته شده، یعنی بعد از 60 سال از عمر حضرت گذشته این نامه نوشته شده. موضوع و شروع بحث ما از اون نامه خواهد بود انشاءالله.
بسیار خوب، من برخی از مفاهیم تربیتی رو مطرح میکنم و توضیح میدم، بعد انشاءالله فرازهای از اون نامه رو خواهیم خوند. یعنی در واقع ما دو کار رو به موازات هم پیش میبریم، یک آشنایی با مباحث تربیتی، مفاهیم تربیتی، و دو خوندن فرازهای از اون نامه و استخراج نکات تربیتی و مباحث تربیتی از اون نامه. اولین بحثی که داریم اهمیت تربیت هست. چرا ما باید وقت بذاریم برای تربیت؟ چه اهمیتی داره که ما مباحث تربیتی رو مطرح بکنیم؟ برای پاسخ به این سوال ما از چهار راه میتونیم پاسخ بگیم. یکی با مراجعه به عقل، از عقل بپرسیم نظر شما چیه درباره این که ما میخوایم بحث تربیت رو شروع بکنیم. دوم بریم سراغ وحی، بریم سراغ قرآن، بریم سراغ روایات، بریم نظر شما چیه ما این بحث رو شروع بکنیم یا نکنیم. سوم بریم سراغ علم، تجربه، ببینیم آیا این بحث مهمی هست که ارزش داشته باشه که ما وارد این بحث بشیم. چهارم هم راه کشف و راه دله که دیگه حالا اون راه رو اجازه بدید ما واردش نشم. پس سه راه میشه انسان از سه راه اهمیت تربیت رو ثابت کنه. از عقل میپرسیم که خب نظر شما درباره بحث تربیت چیه؟ عقل میگه اهمیت هر علمی به اهمیت موضوعشه، شرافت هر علمی به شرافت موضوعشه. ببینید که علم تربیت موضوعش چیه؟ اگر موضوعش موضوع شریفیه مهمه، اگر موضوعش موضوع مهمیه بله این علم علم مهمیست، حتما باید شروع بکن. وقتی نگاه میکنیم میبینیم موضوع تربیت انسانه و انسان شریفترین مخلوقات خداست، کریمترین مخلوقات خداست، و کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. وقتی که در خارج نگاه میکنیم میبینیم که انسان شریفترین موضوعات بعد از خدا، حتی از فرشتگان هم برتر است. در انسان هم بعد روحیش بسیار مهمتر است از بعد جسمیش. اون چی حقیقت انسان رو تشکیل میده روح انسانه. خب طبعا روح که حقیقت انسان رو تشکیل میده مهمتر است از جسم، و تربیت هم با روح انسان کار داره، با نفس انسان، با انسانیت انسان کار داره، نه با جسم. البته ما تربیت جسم هم داریم انشاءالله اشاره خواهیم کرد، اما عمده هدف تربیت تربیت انسانیت انسان هست، جان انسان، روح انسان و نفس انسان. وقتی اینها رو به عقل میگیم، عقل میگه پس مهمترین بحثی که میتونید شروع بکنید بحث تربیت، چون موضوعش شریفترین موضوعاته و این علم هم به خاطر شرافت موضوعش شرافت پیدا میکنه و کریم و عزیز میشه. وقتی میام خدمت قرآن، از قرآن سوال میکنیم که چه کار کنیم، قرآن میفرماید که اصلا فلسفه آفرینش تربیته. خداوند میفرماید با پیامبران فرستادیم برای تربیت مردم. دوستان میتونن آیه از آیات قرآن رو بخونن که هدف از ارسال رسول رو تربیت معرفی کرده باشه، گفته باشه ما پیامبران رو نفرستادیم مگر برای اینکه انسانها رو تربیت کنن. احسن، این آیه چهار بار در قرآن اومده، البته شون ظاهرن از آل عمران خوندن. این آیه چهار بار تو قرآن اومده، دو بار تو سوره بقره اومده، یک بار تو آل عمران اومده، یک بارم تو سوره مبارکه جمعه، آیه دوم سوره مبارکه جمعه، که خداوند میفرماید ما پیامبران رو فرستادیم برای اینکه انسان‌ها رو تربیت کنن. من آیه دو سوره جمعه رو میخونم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه
و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا هم کسی است که پیامبران رو از جنس خودتون فرستاد که چه کار کنن؟ که آیات الهی رو بر شما بخونن تا شما راه رو از چا تشخیص بدید، تربیت بشید. دو، شما رو تربیت کنن. سه، شما رو تعلیم بدن، که تعلیم هم مقدمه تربیته. پس هدف از ارسال رسول، هدف از آمدن پیامبران، تربیت انسان هاست. عرض کردم این آیه در قرآن 4 بار تکرار شده و آیاتی از این قبیل فراوان داریم که پیامبران برای تربیت اومدن. بالاتر از این از خدا بپرسیم خودت خدا تو چه کار میکنی؟ تو کی هستی؟ میگه من رب العالمینم. رب یعنی چه؟ مربی، تربیت کننده. من عالم رو، عالمیان رو تربیت میکنم، که یکی از عوالم هم عالم انسانیت هست. خداوند هم، این کلمه رب من فکر کنم بیشترین کلمه است که در قرآن تکرار شده باشه. خداوند خودشو مربی معرفی میکنه، تربیت کننده معرفی میکنه. و همه اولیاء خدا اینجوری بودند. پیغمبر مربی بود، میفرمود بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که اخلاق مردم رو تتمیم بدم و تموم کنم و تربیتشون کنم مردم رو. گاهی میفرمود انما بعثتُ معلما، من معلم مبعوث شدم به مردم تعلیم حقایق بدم و آنها رو تربیت کنم، چون تعلیم مقدمه تربیته. پیامبر وارد مسجد شدن، احیانا همین شبهای ماه مبارک بوده و شبهای قدر این شبها بوده، وارد مسجد شدن دیدن که مردم دو دسته شدن، یک دسته مشغول علم و تعلیم و تعلم هستن مثل این جلسه که شما تشکیل دادید، یه عده هم مشغول قرآن خوندن و نماز خوندن و عرض کنم که عبادتن تو مسجد پیغمبر. اهل مسجد دو دسته شده بودن، یک دسته دور هم جمع شده بودن داشتن مباحث علمی رو مذاکره می‌کردند و مباحثه می‌کردند، یک دسته هم داشتن نماز می‌خوندن، قرآن می‌خوندن و عبادت می‌کردن. فرمود کل المجلسین الی الخیر، هر دو جلسه دارن به سمت خوبی پیش می‌رن، هر دو جلسه جلسه خوبی است. ولکن نه به تعلیم ارسل تو، ولی من برای تعلیم و تربیت مبعوث شدم. بعد اومد تو اون جلسه‌ای که بحث علمی بود، خود پیامبرم شرکت کرد تو اون جلسه ای که مذاکره علمی بود. بله، 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 بله. این حالا انشاءالله تو بحث تعریف تربیت من توضیح خواهم داد، این بحث رو مطرح میکنم که آیا تربیت از ربوه مشتق شده یا از ربوه. اونجا نظر ما هم اینه که از ربوه مشتق شده، اما مفهوم خارجیشون چی؟ در خارج چی؟ رب یعنی پروردگار، یعنی عرض کنم که برآورنده، تربیت کننده و اداره کننده. نه، اون رب به معنی مالکی که از شؤون ربوبیت، ربوبیت شؤون مختلفی داره، بعدا اشاره توضیح خواهم داد. عرب ها به خانم خاندار میگن ربت الدار، یعنی همه کاره خونه، تربیت کننده خونه، خونه رو اصلاح میکنه، مشکلاتش رو رفع میکنه، بهش میگن ربه. ربه همون مؤنث رب هست، ربت الدار یعنی همه کاره خونه. پرورد رب یعنی همه کاره. و وقت تو این همه کار مهمترین شأنش همون برآوردن و بالا آوردن و تربیت کردن. هرچند ما هم معتقدیم که کلمه تربیت از ربابه نیست، یعنی ریشه مضاعف نداره، بلکه ناقص واویست، از ربابه هست به معنی برآوردن، بالا آوردن، اما معناشون در خارج یکیست. رب یعنی تربیت کننده، پرورش دهنده، یا حداقل یکی از شؤون رب تربیت کنندگیش. خیلی خوب، پیامبر فرمود که من برای این کار مبعوث شدم، برای تعلیم و تربیت مبعوث شدم. خب اگر ما بخوایم از این آیات و روایات برای شما بگیم برای اهمیت تربیت، حالا باید بگیم
یعنی انقدر روایت و آیه در این زمینه هست که ده ها جلسه انسان وقت بذاره و بگه باز هم نمیتونه بگه من همه مطالبی که درباره تربیت در آیات روایت بوده رو گفتم. وقتی اینها رو که انسان میبینه، میبینه از نظر نقل، از نظر قرآن و از نظر روایات هم یکی از مهمترین مباحث بحث تربیته. به لحاظ علمی و وجدانی هم حقیقت اینه که برادران و خواهران عزیز، ضرورترین کاری که ما باید انجام بدیم بحث تربیت. بنده بیش از 40 سال تو فضای تعلیم و تربیت دارم کار میکنم، بنابراین حق دارم اظهار نظر بکنم در زمینه فضای تربیتی جامعه، مباحث تربیتی جامعه، و گفتم، نوشتم، تدریس کردم، تألیف داشتم در زمینه تربیت، کار عملی کردم، رئیس آموزش پرورش بودم، مربی تربیت معلم بودم، استاد تربیت معلم بودم، دبیر بودم، خلاصه شقوق مختلف جامعه رو در زمینه تعلیم و تربیت تجربه کردم و به خودم حق اظهار نظر در زمینه تربیت رو میدم. اگه از بنده بپرسید که ما چند درصد وقتمون رو، سرمایه‌مون رو، امکاناتمون رو باید صرف تربیت کنیم، عرض میکنم 99%. یا خانم تو خونه اگه 100 ساعت کار میکنه، باید 99 ساعتش رو صرف مسئله تربیتی بکنه، 1 ساعتش هم صرف رفت و روب و شست و شو و غذا و خوراک و پوشاک و چیزهای از این قبیل. اگر 100 تومن خرج میکنیم، باید 99 تومنش رو خرج تربیت کنیم. این نظر اسلامه. 99 تومن خرج تربیت کنیم، 1 تومن هم خرج لباس و مسکن و خوراک و نمیدونم درمان و دارو، چیزی از این قبیل. اگر میخوایم نگاه اسلام رو به تربیت داشته باشیم اینه. عملا در جامعه ما چه جوریه؟ آیا 1% ما صرف تربیت میکنیم؟ یعنی از 100 ساعت کار میکنیم 1 ساعت هم وقت بذاریم برای تربیت؟ پاسخش منفی است. 100 تومن که خرج میکنیم 1 تومنش هم برای تربیت خرج کنیم. این کارو میکنیم الان، اسمونم مسلمون ها، تو فضای اسلامی هم داریم زندگی میکنیم. بعد میبینیم محصول کارمون همینه که الان میبینید، ماه مبارک رو داریم، این همه منابع تربیتی رو داریم، قرآن داریم، نهج البلاغه داریم و منابع دیگر تربیتی رو داریم، ولی محصولش محصول خوبی نیست. بچه ها خیلی راحت از دستمون میرن، جوانمون خیلی راحت منحرف میشن، تربیت محصولش تو جامعه مشاهده نمیشه یا خیلی کم مشاهده میشه. چرا؟ چون ما وقت نمیذاریم، سرمایه نمیذاریم، پدران، مادران، مربیان، کوچک‌ها، بزرگترها اینها وظیفه‌شون انجام نمیدن، وظیفه تربیتشون انجام نمیدن. اگر ما به غذای بچه نرسیدیم، مثلا به جای اینکه فرض کنیم فلان غذا رو براش درست بکنیم، نان خالی بخوره، میتونه روز قیامت یقه ما رو بگیره که تو چه پدر و مادری بودی که برای من فلان غذا رو حاضر نکردی، میتونه یقه ما رو بگیره که چرا شلوار من اتو نداشت. خیر، چون چنین حقی رو فرزند به گردن ما نداره. میتونه یقه ما رو بگیره که چرا منو تربیت نکردی. بله، چون چنین حقی رو خدا و اسلام براش قرار داده. این حدیث نورانی امیرالمومنین رو ملاحظه بفرمایید، فرمود حق الولد علی الوالد ای یحسن اسمه و یحسن تربیته و یعلمه القرآن. فرزند 3 تا حق به گردن پدر و مادر داره. 1، اسم زیبا براش انتخاب بکنم. چرا؟ چون اسم در مسمی اثر میذاره. اسم خوب باعث خوب تربیت شدن میشه، اسم بد باعث بد تربیت شدن میشه. ای یحسن اسمه، اسم خوب براش انتخاب کن. 2، خوب تربیتش کنه، یحسن تربیته. 3، یعلمه القرآن، قرآن یادش بده. چرا؟ چون اگه قرآن یادش بده، دستش تو دست قرآن بذاره، قرآن تربیتش میکنه، قرآن به بهشت میبردش، قرآن نمیذاره منحرف بشه. این حق رو میتونه فرزند روز قیامت مؤاخذه بکنه، بگه پدر مادر، مگر نه این که امیرون میفرموده بود تو وظیفه داری منو خوب تربیت کنی، چرا خوب تربیت نکردی؟ تو جامعه ما الان اینجوریست که اگر یه بچه‌ای
تب کرد، یه تب مختصری گرفت. پدر و مادر از ناراحتی قبل از بچه تب میکنن، در حالی که حال این تب مثلا با یه دارو مختصری با یه پاشوره مثلا خوب میشه، اینقدر دغدغه دارن نسبت به جسم بچه. اگه بچه مثلا غذای خوبی بهش نرسید، مادر خودشو گرسنه میذاره، بچه رو سیرش میکنه، یعنی اینقدر دغدغه و عنایت داره. اما اگه دید بچه داره یک مثلا سایت بی‌تربیتی رو میبینه، با کسی دوست شده که معلوم نیست این دوستی به کجا خواهد انجامید، هیچ دغدغه ای نداره. کدام خطرناکتره؟ بچه گرسنه بمونه حتی دچار سوء تغذیه بشه بدتره، یا با دوستی با این شخص بی‌تربیت بشه بدتره؟ اصلا قابل مقایسه نیست. چطور اونجا اینقدر سرمایه گذاری میکنیم، اینقدر اهمیت میدیم، ولی اینجا اصلا اهمیت نمیدیم؟ این وضع موجود ماست، این وضعی است که در جامعه ما الان حاکمه و ما برای تربیت حسابی باز نکردیم، در حالی که تربیت مهمترین مقوله و مهمترین وظیفه ماست. این رو انسان با تحقیقات و با بررسی های علمی و با تحقیقات میدانی میتونه بهش برسه، میتونه بفهمه که چقدر اینجا کار انجام نشده داریم و چقدر تکلیفمون رو سهل‌انگاری کردیم نسبت به این تکلیف مهم. تکلیفی که عرض کردم روز قیامت هم بچه یقه انسان رو میگیره. میدونی چرا در قیامت پدر و مادر از فرزندشون فرار میکنن؟ پدر و مادری که تو دنیا آرزو دارن بچه رو ببینن، بچه مسافر رفته باشه دلتنگش میشن، حالا روز قیامت اصلا فرار میکنن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. انسان از همسرش، از بچه هاش فرار میکنه. چرا فرار میکنه؟ یه جهتش اینه که یقشون میگیرن، میگن چرا حق ما رو ندادی؟ چرا حق ما رو ندادی؟ بسیار خوب. وقتی هم انسان از زاویه علم هم نگاه میکنه، میبینه ما خیلی باید در این زمینه کار کنیم. خیلی مهمه که انسان با مباحث تربیتی آشنا بشه، تو فضای تربیتی بیاد تا بتونه وظایف خودش رو خوب انجام بده. همین مقدار من بسنده میکنم در زمینه اهمیت تربیت. بقیهش رو به خودتون محول میکنم. به کتابهایی که در این زمینه نوشته شده مراجعه بفرمایید، به روایات، به آیاتی که در این زمینه فراوان هست مراجعه بفرمایید، تا به گوشه ای از اهمیت مقوله تربیت اطلاع حاصل بشه. بسیار خوب. برای اینکه خیلی من مقدمه رو طولانیش نکنم، چند جمله از نامه رو میخونم. چند بحث دیگه برای ما مهمه که باقی مونده. یکی مفهوم تربیت. دوستان فکر کنن که تربیت در لغت معناش چیه، از چه ریشه است و چه صیغه است، مفهوم لغوی تربیت چیه، و دو تعریف اصطلاحی تربیت چیه. منظور ما از تربیت چیه؟ ما آشنا بشیم با مفهوم تربیت تا بتونیم بعدا از نهج البلاغه استفاده بکنیم. ما مفاهیم دیگری هم داریم که انشاءالله به تدریج در به موازات فرازهای از این نامه که خونده میشه اون مباحث رو هم انشاءالله خواهیم داشت. من فرازهای از نامه 31 نهج البلاغه رو که عرض کردم موضوع بحثمون هست براتون میخونم تا جلسه نورانی بشه به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام و یک تغییرات مختصری هست. مثلا گاهی دو سه تا تو خطبه دیدم، مثلا گاهی 5-6 تا عقب جلوه شماره ها. حالا من انشالله این نامه رو تو فیض الاسلام، چون من دارم هم فیض الاسلام رو دارم بقیه هم نگاه میکنم ببینم که این نامه در فیض الاسلام شمارش چنده، ولی در صبحی ساله و بقیه نهج البلاغه هایی که الان تو ایران هست همه شماره 31، یعنی نامه 31. و من وصیتیه و من وصیت له، یکی از وصیت نامه های امیرالمومنین علیه السلام هست. امیرالمومنین علیه السلام وصیت نامه های فراوانی داره. آخری هم وصیت نامش رو در شب
21 ماه مبارک رمضان نوشته، بسیار زیباست، بسیار آموزنده، به لحاظ تربیتی که از بهترین هاست این وصیت‌نامه آخری امیرالمومنین، چون در اون روایت داره که وقتی حضرت به اینجا که رسید چند بار فرمود لا اله الا الله لا اله الا الله و به شهادت رسید. یعنی آخرین لحظات عمرشون حضرت وصیت‌نامه‌ای رو بیان فرمودن که مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف العقول این وصیت‌نامه رو نقل کرده. از امیرالمومنین وصایای فراوانی باقی مونده، از جمله وصیت‌نامه‌هاش همین وصیت‌نامه‌ای است که به امام مجتبی نوشته که ما داریم می‌خونیم. و من وصیت له، یکی از وصایای امیرالمومنین اسلام، وصیت‌نامه‌های امیرالمومنین اسلام، لل حسن ابن علی علیه السلام که برای امام مجتبی نوشته. تأکید می‌کنم که ظاهرش اینه که این وصیت‌نامه برای امام مجتبی است، اما حقیقتاً برای همه بشریته، یعنی برای من و شما هم هست این نامه، مخاطبش من و شما هم هستیم. بعداً انشاءالله این مطلب براتون روشن خواهد شد که مخاطب این نامه فقط امام مجتبی نیست. کتبها الیه به حاضرین یا حاضرین، این نامه رو در حاضرین حضرت برای امام مجتبی نوشت. منصرفن من صفین، وقتی که داشت از صفین برمیگشت، جنگ صفین رو من کمی توضیح بدم براتون. میدونید که یکی از طولانی ترین و خونین ترین جنگ هایی که بر حضرت علی علیه السلام تحمیل شد جنگ صفین بود، جنگ با اهل شام با معاویه، که در بعضی از نقل ها داره که 90 تا 100 هزار نفر تو این جنگ به شهادت رسیدن، کشته شدن حالا از دو طرف. جنگ بسیار جنگ خونینی بود، حضرت داشت به لحاظ نظامی پیروز میشد که با اون دسیسه امرآس و اون توطئه‌ای که انجام شد، سپاهیان حضرت وظیفه‌شون انجام ندادن و به لحاظ سیاسی شکست خوردن. حضرت زمانی از صفین برمیگرده که به لحاظ سیاسی نیروها شکست خوردن، هرچند از نظر نظامی داشت پیروز میشد. روحیه‌ها در هم شکسته، بخش قابل توجهی از نیروهای حضرت جدا شدن به عنوان خوارج، بیش از 12,000 نفر از نیروهای زبده حضرت اینا از حضرت جدا شدن. در همین مسیرها داشت می آمد به سمت کوفه، بیش از 12,000 نفر از نیروهای زبده حضرت از سپاه حضرت جدا شدن، راهشون رو جدا کردن برای خودشون رفتن و مشکلاتی برای حضرت ایجاد می کردن مرتب. وضع اینجوریست، وقت فرمایشات حضرت تو این فضاست، تو این حال و هواست. وقتی که نزدیک های کوفه که رسیدن، حضرت برخورد کرد به یک قبرستان با این روحیه‌ای که سپاهیانش داشتن. این حرف تو نهج البلاغه هست، چند جمله حضرت فرمود، خطاب به اموات فرمود که ای کسانی که اینجا آرمیده اید، ای کسانی که اهل دیار باقی هستید، و اما دور فقط سکنو، خونه های شما رو دیگران توش ساکن شدن، دارن زندگی میشن، زندگی میکنن، و اما الاموال فقط قسمو، اموال شما هم بین خودشون تقسیم کردن، ورثه اموال تقسیم کردن دارن استفاده میکنن، و اما الازواج فقط نکحو، همسراتون هم رفتن ازدواج کردن برای خودشون زندگی میکنن. هازا خبر ما اندنا، این خبر است پیش ماست، شما که رفتید این اتفاقا افتاد، خوناتون دیگران ساکن شدن، اموالتون رو تقسیم کردن بین خودشون دارن استفاده میکنن، همسراتون هم رفتن برای خودشون ازدواج کردن. هازا خبر ما اندنا، اما خبری پیش شماست چیه؟ حضرت اگر اجازه داشتن که حرف بزنن فقط یه جمله میگفتن به ما، میگفتن که تزودوا فان خیر الزاد التقوا، زاد و توشه هم رو خودتون بیارید، دست خالی تو این سفر نیایید، بهترین زاد و توشه هم برای این سفر تقواست، تقوا بیارید هم رو خودتون. تو این فضا حضرت این فرمایش رو نوشته ها، فضا اینجوری بوده، از صفین داشته برمیگشته. این که عرض کردم نهج البلاغه انسان باید تو اون فضایی که صادر شده بشناسه، یه جهتش همینه، اگه انسان نفهمه که این نامه کجا نوشته شده، با چه حال و هوایی نوشته شده، خیلی از حرفاش براش قابل فهم نیست. خب زمانی که حضرت از صفین برمیگشت این نامه رو نوشت، نام اینه من الوالد الفان، از پدری که عمرش دیگه رفته، عمرش فانی شده. عرض کردیم حضرت بالای 60 سال بود، کسی که بالای 60 سال باشه دیگه سرازیره، اگر تازه عمرش 120 سال در نظر بگیریم، وگرنه شاید آخر عمرش باشه. از پدری که
عمرش تموم شده. المقر للزمان، کسی که تسلیم زمان هست، مغلوب زمان واقع شده، زمان او رو از بین برده، روزها و شبها سرمایش رو خورده، تسلیم زمان هست، مقر برای زمان هست. المدبر للعمر، کسی که عمرش دیگه تموم شده، پشت به عمر کرده، یا المدبر للعمر، عمرش گذشته، تموم شده، زندگی رو پشت سر گذاشته. المستسلم للدهر، تسلیم حوادث روزگاره، تجربه بهش میگه که در مقابل روزگار نمیشه ایستاد، تجربه بهش میگه که نمیتونی کاری بکنی. حاجی حسنلو هر موقع وقت ما تموم شد به من بگید. آقای حسنلو هر وقت ما تموم شد بفرمایید. آره. المستسلم للدهر، تسلیم روز پنج دهر، تسلیم روزگاره. الضام للدنیا، کسی که دنیا رو مذمت میکنه. امیرالمومنین جرأت میکنه این کارو بکنه ها؟ امیرالمومنین جرأت این کارو داره که دنیا رو سرزنش کنه. اینجا چند تا نکته وجود داره. یه نکته همین که اشاره کردم، هر کسی حق داره که دنیا رو مذمت کنه، دنیا بهش مسخرهش میکنه، میگه تو بنده منی، تو اسیر منی، باز وقت در مقابل من حرف میزنی؟ نه، کسی که خودش عبد دنیاست، امام حسین فرمود الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا هستن. و دین لعقون علا انسنته هم، دین لغلقه زبونشون هست. فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون، کسی میتونه دنیا رو سرزنش کنه، مذمت کنه که مثل امیرالمومنین باشه که دنیا رو ستلاقی کرده باشه، به دنیا بگه قری غیری، برو دیگران رو گول بزن، منو نمیتونی گول بزنی. این یه نکته. نکته دوم، مراد از این دنیا چیه؟ اینجا که ما الان نشستیم دنیاست دیگه، این زمین و کوه و دشت و درخت و حیوان و اینا دنیاست. منظور از دنیا اینه؟ اینا که مخلوق خود هستن. منظور از دنیا تربت سید الشهدا است که هفت حجاب رو خلق میکنه. اینجاست که نماز جماعت اقامه میشه که فرشته ها آرزو دارن تو این جماعت ها شرکت بکنن، یا این حرمی که فرشته ها پاسداریشو میکنن. این دنیا قابل سرزنشه؟ چه فرقی است بین دنیا و آخرت؟ هر دو مخلوق خداست، هر دو رو خدا خلق کرده. اصلا میشه که انسان دنیا رو نداشته باشه به جایی برسه؟ امیرالمومنین که به این مقام رسید، کجا به این مقام رسید؟ تو همین دنیا. جای دیگه ما داریم که مسجد اولیاء الله باشه، نمازگاه اولیاء خدا باشه، جای دیگه داریم که میدان مسابقه سابقون باشه، و سابقون از سابقون باشه، غیر از دنیا؟ نه خیر، هر کس به هر جا رسیده در همین دنیا رسیده. سوال اینه که ما کدوم دنیا داریم سرزنش میکنیم، کدوم دنیا بده؟ همین دنیایی که ما توش روزه میگیریم؟ حضرت عیسی که از معجزاتش این بود که مرده ها رو زنده میکرد، مادرش رو زنده کرد، حضرت مریم رو زنده کرد بعد از فوتش. بعد ازش پرسید دوست داری برگردی به دنیا؟ مریم عذرا که در مدت حیاتش ازدواج نکرده، قضا سیر نخورده، زاهدترین زنهای زمان خودش بوده، با اون وضعی که در دنیا زندگی کرده، حالا پسرش ازش میپرسه دوست داری برگردی به دنیا؟ گفت بله دوست دارم برگردم به دنیا. پرسید برای چی؟ تو که اون زندگی اولت بهره از دنیا نبردی، برای چی میخوای برگردی به دنیا؟ گفت فرزندم میخوام برگردم به دنیا، روزهای گرم تابستان روزه بگیرم و شبهای سرد زمستان بلند شم نماز بخونم. این چیزها اینجا به درد میخوره، اینا رو از تو دنیا هستن فقط میتونه به دست بیاره. شما فقط تو دنیا میتونه روزه بگیرید، از دنیا رفته که روزه نیست که، نماز نیست که.
تو برزخ که دیگه نمیگم بیاد روزه بگیرید، تو قیامت که دیگه روزه نیست، تو بهشت که روزه نیست. بعد جایی که انسان توش روزه میگیره و به جایی میرسه که جز خدایش کس نمیدونه کجاست، این جایی که انسان توش نماز میخونه اینجا جای بدیست. پس این دنیایی که سرزنش میشه کدوم دنیا؟ این دنیا نیست، این دنیا جز خوبی هیچی نداره. دنیایی که انسان با امام حسین دوست میشه، دنیایی که امام زمان رهبر و پیشوا و امامشه، کی میگه بده؟ کجاش بده؟ پس باید بگردیم دنبال یه دنیای دیگه ای، اون دنیایی که غیر از این دنیاست، اون دنیای مذموم غیر از این دنیای ممدوحه. اون دنیا چیه؟ همین سوال ما باشه که دوستان روش فکر کنن، تأمل کنن، ببینم که چیکار میکنن. کدام دنیا رو حضرت سرزنش میکرد؟ که خیلی هم در نهج البلاغه حضرت خیلی با دنیا در افتاده، خیلی دنیا رو سرزنش کرده. همینجا میفرماید پدری که سرزنش کننده دنیاست. کدوم دنیاست که حضرت انقدر سرزنش میکنه؟ خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. به این برادران و خواهران که روزه هم هستن حال آمین گفتن عنایت بفرماید. این بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، اقامه نماز، گرفتن روزه تا ماه آخر ماه مبارک رمضان به ما عنایت بفرماید. عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین روز افزون بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.